بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی خودش رو میکنیم بخیر به سلسله درس های گذشته خود از درس هفتادم. خب در درس هفتادم ما قسمی که گفته بودیم که در پروگرام 3D Max بعضی از شکل ها به شکل درست وجود داره که ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. خب وقت ضایع نمیکنیم، چیزی به نام پارتیکل سیستم که معنای از دو دستگاه های کوچک میشه، ابر و باد و باران در اونجا وجود داره که ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم و شکل های راحتر و درستر و بهتر خوبتر بسازیم. همچنان اگر فراموش نکردیم و وقت باقی ماند، چیزی به نام کرییت سپید وارپ جیومتری دیفارم بامپ یک شکلی را ترسیم میکنیم که چیز میکنم با استفاده از او میتونم که یک چیزی را انفجار بدیم. خب میریم صفحه 3D Max باز میکنیم. صفحه 3D Max که باز کردیم میریم در قسمت create، قسمت geometry، قسمت particle system. خب در قسمت particle system ما اینجا انواع شکل ها را چیز داریم که ما امو ضروری شد و همچنان امور که روزمره استفاده میشه از اون ما کار میکنیم. خب در ابتدا PF Sources، PF Source ببینید که برای ما چه رقم یک شکل داره. ببینید به این شکل، به این شکل یک شکل داده. زمانی که ما بگیریم یک کمی بالا انتقال بدیم، کمی که بالا انتقال دادیم، زمانی که رو ما باز بکنیم جو بگیرم در یک چیزی رو برای ما. خب چه قسمی ما میتونیم که در تکرات وارد بکنیم؟ میرم در ابتدایش، در ابتدا The particle view ممکن است که بعض چیزهای زیر چیز کنیم تغییر بدیم. مثلا رنگ های همین دانه ها را، مثلا حالا که مثلا پایین میشه چیز است خواسته باشیم پایین بسازیم میشه. زمانی که یا چیز میکنن یا رندر بکنیم برای ما چیز به شکل آبی نشان میده و هر رنگی را که ما خواسته باشیم چیز میکنیم از اینجا ما تغییر رو تبدیل کرده. میتونم که رنگش ما تغییر بده. ایرا اوکی میکنه میرم در این قسمت. خب اگر این قسمت فعال بود خوب، اگر نکنه بود میرم در قسمت دیسپلی. چیز میکنم کلک میکنم بالای هر کنم از اینو کلک بکنم ما میتونم تغییرات رو وارد بکنم. خب ما فقط قسمت دیسپلی رو مورد مطالعه قرار بده. خب میرم مثلا دون بگیرم. دون که بگیرم میبینیم اما قسمت دانه های برون سر باریک شد. اگر به شکل کرید بگیریم به این شکل ببینیم، به شکل سرکل، به شکل سرکل بگیریم، به شکل دایره چیز میشه پایین میشه. اگر بیایم در قسمت جیومتری بگیریم به این شکل، خب قسمت تریکر بر ما چی است؟ بهتر است. خب تریکر بر ما بهتر است، خلاص. خب بیایم در قسمت های پایین، در قسمت های پایین که چه تغییراتی را ما میتونیم. خب شما میتونیم تغییرات های زیادی را در اینجا شما ظاهر بسازید. لوب سایز میخواییم که امو چیز را بزرگتر بسازیم. ببینید زمانی که ما اینجا تغییراتی را میاریم اونجا امو شکل لوب شه، لوگویش هم تغییر بدیم. خب در قسمت هم یکی لوگو داره و یکی هم یک ریکتینگل داره. میخوای که او رو به شکل باکس بسازه، میخوای که به شکل ریکتینگل بسازه و یا به شکل سرکل. و هر قسمی که باشه، اگر سرکل باشه تنها قطر داره، اگر باکس باشه هم چیز داره، ریکتینگل باشه هم طول داره و هم عرض. اگر باکس باشه در پایین چیز هم برش هاید یا نمو ارتفاعش هم چیز میشه ظاهر میشه. خب ریکتینگل چند خوب میکنیم. خب در این قسمت شو آیا لوگوی چند چند بده یا نده و همچنان آیکن چند چند بده یا نده. خب میبینید در قسمت پایینش، در قسمتش ویوپورت، آیا ببینید که در این قسمت ما زمانی که زیاد میسازیم امی دانه های بارانه چقدر پایین میکنه، چند فیصد؟ ما 129% گرفتیم. خب مثلا پینجا امو هر لطف پینجایش نرمال هست. خب در قسمت رندر، در قسمت رندر زمانی که ما ببینیم رندر میکنیم، اگر در این حالت رندر بکنیم ببینید بر ما این قدر انچان میده، این قدر انچان میده. ما بریم در این قسمت ای را مثلا 50% بسازیم، درست 50% 50% که ساختیم باز بریم رندر بکنیم به اون اندازه که قبل انچان میداد بر ما نشان نمیده. خب ای را هم چیز میکنیم 100% بسازیم. خب بریم در قسمت سلکشن، در قسمت سلکشن ای او قدر بخش مهم نیست، چیز میکنیم تیر میشه وقت ما را زیاد میگیره. یعنی در قسمت سیستم منیجر میبینیم که در قسمت این تعداد دانه ها را برای ما نشان میده، در قسمت ویوپورت به فیصدی نشان میده و در این قسمت به چیز نشان میده به عدد. مثلا اگر در این قسمت ما دوره چیز بتیم، دوره
انت عارف كنا بنبني ندير اي قسمه ندير قسمه تشيز مي ندير قسمه بلاي انيميشن مي ندير قسمه بلاي انيميشن مي فقط برمو ياك دون ريو دون ربوين هنا هي ياك ازور مش ابو برمو ازور دون تشيز مي هنا بوين هنا خب هي يعني دريق زمانه که ما در ابتدا فراموش کردیم زمانه که امی شکل ترسیم کرده باید در این قسمت در پلی انیمیشن بیاین چیز بکنید شما یک ایره باز بکنید پلی بکنید باز بعد از بر شما چیز ظاهر میکنه امو حرکت خود خب نیم در قسمت فریم در قسمت فریم میگه آیا که در ویو پورت یک برچا هلف شن نصف شن شان بتا یک برچا شن شان بتا یک برش شن شان بتا همچنون در قسمت رندرنگ میگه آیا نصف شن شان بتا یک برش شن شان بتا یک برچا شن شان بتا یک برچا شن شان بتا که ما فریم همیشه میگیرم خب میگم در قسمت چیز در قسمت اسکریپت در قسمت اسکریپت چیزی را ما قرار چیز نمیدونم که باید ما برو بگیریم تشه چیز بکنیم زیاد سرجگیر صحبت بکنیم فقط اما قدر قسمت انیبل اسکریپت ببینید به شکل یک توپ ایل ساخت ببینید خوب تر مانو میشه که زمان یکم زیاد تر بسازیم شد اگر یوز اسکریپت فایل هم بگیریم ببینید نالا یک شکل دیگر برشن ای بود چیز به شکل یک توپیو به شکل دیدنی به شکل بسازیم خب من در این قسمت دوباره چیز میکنم منو را ایره پاک میکنیم یا دلیت میکنیم من در این قسمت دیگه اینجا چیزی به نام سنور بره خب قسمت سورس چما را خانه میم در قسمت سنور یا بر در قسمت بر همچنان چیز میکنیم در یک شکل ترسیم میکنیم زمانی که شکل ترسیم کردیم ببینید در این قسمت میم پلی انیمیشن میکنیم ببینید او حرکت حرکت خود شروع بکنه حرکت خود شروع کرد در این قسمت ما میتونیم که همون دانه همیشه زیاد بکنیم در این قسمت ها میتونیم که تغییرات رو به خاطر چیز به خاطر مرندر کردن به وجود بیاریم در این قسمت ها میتونیم که حجمش زیاد بسازیم حجم دانه های امی چی را؟ امی دانه های برف خب در این قسمت ما میتونیم که اسپیدش از زیاد بسازیم ببینیم که زیاد ساختیم چقدر تیز حرکت میکنه زیاد پلی میکنیم تیز اگر زمانی که کمتر بسازیم مثلا اگر دو بسازیم بسیار کم خب امو ده برازی نرمال هست خب میم در قسمت پایینی ببینیم چقدر در قسمت فریجن در قسمت فریجن زمانی که ما یک تکلیت آورد میکنیم ببینیم چقدر زیادتر میشه اما در این قسمت هم امو دو برش نرمال هست خب در قسمت ترم ما زمان تکرار رو وارد میکنیم دوباره تکرار وارد میشه اما از یک قیمت زیاد نمیگیره خب نیم در قسمت پایینی بین صفر تا یک قیمت میگیره در قسمت تام بام خب نیم در قسمت فلکس دات و ترک این نوع براندانه برف بر ما ظاهر میسازد کمی فلکسش بهتر است خب در قسمت رندر در قسمت رندر سکس پاینت باشه ترینگل باشه و فیتنگ باشه ببینید حالا سکس پوینت هم بگیریم به شکل برمون نشان میده ستاره از شش نقطه داره ترینگ نشان میتونیم ببینیم به شکل چیز مسلط کنم و فیسنگ هم بگیریم به شکل برمون چیز بکنم به شکل مربع برمون نشان میده خب البته در اندر خب در استارت ببینیم زمانی که حالا ما پلی انیمیشن میکنیم تا قسمت سی حرکت داره ما میگیم از قسمت صفر شروع میشه تا قسمت سی ما میگیم از صفر شروع شد تا کجا تا قسمت صد تاسات حرکت ببینید تاسات همو چیز خود حرکت میکنه خب یعنی به شکل دوامدار بیه و یا ای که برش ما یک چیز میده ببینید آلا چار داده میشه تا چار قامت حرکت داره در غیر از اونه ای غیر فعال چیز باشه فعال باشه بهتر است خب یعنی هم بر رکتینگلش طول و عرض میده رکتینگلش معلوم شه و یا نشه هایدش میگه غیر هاید میگه خب یعنی هم بود قسمت اسلام من در ای قسمت چیز قسمت بلیزار در قسمت بلیزار هم چی داره بکنه شما ایره پاک میکنه قسمت بلیزار در قسمت بلیزار تمو برف و برف و باد شدید که باشه ایره ببینیم باز هم ما شما ترسیم میکنیم از این قسمت بالا حرکتش میتیم میره دی شکل خب دی قسمت بالا خب این تعداد چیزهای زیاد داره فقط ایره همینطور یک کم چیزهای زیادیش ما ترسیم میکنیم خلاص فقط از قسمت بالا میتونیم که ایره اول یک انیمیشن برش میتیم اون رو قسم حرکت میکنم از این طول عرض همو مربعش برش چیز میکنیم هایدش میکنیم و غیر هاید میکنیم نوع شکلش تغییر میتیم شکل دانه های برف باران دوند باشه ببینیم به اون شکل میباشه که چمالونه شد و شکل ترکش بهتر است خب
لان جا بارتنت اوف بارتيكولار که زیاد میسازن همو دانه های از او چیز میشه برمو زیاد میشه. خب این قسمت های دیگه از او قدر چیز نیست قابل یعنی بررسی و چیز نیست. شما باز خودتون رو میتونید که یا را هر کدامش تجربه بکنید. بخاطر این گرفت کمبود وقت ما از اینا چیز میکنیم از این شکل میکنیم. خب میره ما دوباره حق میکنیم میریم در قسمت پی کلود. پی فقط برای ما چیز میکنه یک ابر ایجاد میکنه این هم دارای بخش های بسیار زیاد است که ما شما چیز میکنیم یک باکس هم ترسیم میکنیم که ضرورت نشه. خب میریم دوباره خودم این شکل میکنم. خب در قسمت بسیک پارامتر های اساسیش ببینید هبا الحمدلله. خب اما یک باکس ترسیم کردیم نمونه که تک آبجکت گرفتیم رفتیم باکس انتخاب کردیم نمو باکس در داخل خود تکر قرار داد باکس در داخل خود قرار داد. خب این حال مومنت هم داره که در این قسمت تغییرات متعدد و تغییرات متفاوت چیز کردیم در این بیاره. خب در قسمت رد هم مومنت هم که چیز بکنه میره ما خورده بزرگ بسازیم. خب زمانی که بازی از این قسمت ما بوکس بگیریم چیز بگیریم این قسمت ها فعال و غیر فعال میشه. خب میشه که بهتر. خب در این قسمت هم دانه های چیز که میداشته باشه هم رو بخواد همو دانه های ابری که در داخلش هست همو رو بر ما چیز میکنن در این قسمت ها شکلش ها تغییر میده قسمت میکنن دیگه چیزها شما دیدید. خب در این قسمت هم فیصدی همو ابرها رو بر ما تشریح میکنن. خب در این قسمت هم پارتیکل جیومتری هم بر ما همو سرعت حرکتش و چیزش بر ما چیز میکنن تعیین میکنه. خب در این قسمت هم همطور در جاهای مختلف و کارهای مختلف بر ما انجام میده. باز شما خودتون میتونید که اینا رو تجربه بکنید چون اونقدر کاربرد زیاد نداره به خاطر سر از وقت زیادتر ضایع نمیکنید. خب در اینجا دو بخش مهم دیگه ازی هست که در این قسمت لود بگیرید ببینید در قسمت پایینیش در قسمت لود سیف پرسنت اگر شما کلود اسموک بگیرید به شکل اونها یک ابر چیز میکنه ایجاد میکنه همو پلی انیمیشن که فالو میکنه و کلوم حرکتی از خود نشان نمیده. اگر دیفال بگیرید چی میکنه بسیار به شکل کم یک سه چهار پنج شش ده دانه رو براتون نشان میده خلاص. اگر خواسته باشید که ابر تشکیل بکنید چی میکنه از این قسمت شما چیز میکنه استفاده میکنه اول کلود یا اسموک بگیرید بعد از لود بگیرید براتون شکل ظاهر میشه. خب دیره هم ما چیز میکنیم دلیت میکنیم دیره که دلیت کرده میریم یک شکل دیگه شد. خب پارسیس دیگه میریم دلیت قسمت اسپری چی میکنم برای ما یک اسپری ایجاد میکنم پریک ایجاد میکنم ایجاد میکنم میریم دلیت قسمت ها دلیت قسمت تعداد شد برای ما زیاده کم میکنن. خب ایجا پلی انیمیشن رو میگیره که برای ما خوب ترمانم شد دلیت قسمت هم در رابطه برندره که قبلا برتون در شکل های دیگه ترش شد دلیت قسمت ها میتونیم که اندازه هر دانه را خورده بزرگ بزرگ دلیت قسمت ها میتونیم که اسپید یا سرعت حرکت ها و دلیت قسمت ها میتونیم که تغییرات را خورد بکنیم و ببینیم که چی تغییرات را ببینیم زمانی که حرکت میکنن به شکل پاشان میسازه شد در قسمت variation چیز میکنن پاشان میسازه شد به بوشکل. خب در قسمت ها میتونیم که تعداد دانه ها را به شکل ما تغییر بدیم. در قسمت هم در رابطه با رندرینگ است که ما هر کدوم از که انتخاب کنیم در رندرینگ ما چیز میکنه تغییرات میبینیم فیسینگ میگیریم به شکل در میکنه به شکل و اگر این رو بگیریم قسمت بولش انتخاب کنیم خب میتونه که تغییرات چیز کنه وارد کنه. استارت از کجا شروع شوه در زمان انیمیشن میگیم از صفر شروع شوه در کجا ختم شوه میگیم در صد ختم شوه چون از این قسمت تا صد ما حرکت داریم. خب این قسمت هم قبلا داشته اینی وایت و چیز هم وایت و لند هم طول و عرض خودمو مربیشه برای ما چیز بکنم در قسمت های دو میتونیم که خودمو مربی شکل یا آسمان بشه چیز بکنیم یا من بشه که به شکل که معلوم نشه چیز بکنیم بسازه میشه. خب بریم در یک قسمت نگش خوبی رو دلیت بکنیم بریم در قسمت سوپر اسپری. سوپر اسپری هم چیز داره میتونیم که ما از این شکل های بسیار جالبه رو بسازیم
مريم دار قسمت خب در ابتدا در ابتدا و در اینجا نیم اند کالرات رنگش انتخاب میکنی رنگش مثلا فکر کنم سبز باشه زبانه که باز انیمیشن ارن در بکنیم برای ما با سبز نشان میده ببینیم خب و در این قسمت هم برش یک نام میده هر قسمه که میتونی نام خالتا میبانی خب در اینجا بس یک پارامترش پارامترهای افتیش میتونی که همین حرکت از اینو را خب اول حرکتش هست پلی انیمیشن فعال میکنیم بعد از اون میریم در این قسمت ببینیم زمانه که ما یک حرکت میتیم شم میریم چی میکنم به این طرف و طرف حرکت میکنم خب هر به هر طرفی که ما ایره زاویه چیز بتیم یک زاویه بتیم یا دیچ بتیم چی میکنم به اون طرف حرکت میکنم خب در اینجا آیکن سایز امو شکل آیکنش هم بر ما اندازش هم بزرگ میسازه در اینجا دیسپلی آیکن هم بر ما چیز میکنه ایره بر ما هم بزرگ میسازه خب هایت شو اینمی آیکنش یا نشه میگم نه باش خب برش میدیم در این قسمت هم بر ما امو شکل دانه های باران رو برمه تر چیز میکنم در این قسمت هم ما میتونیم پرسنت اف تعدادشان یا همون چیزشان زیاد بسازیم پرسنت اف پارتیکولر همون تعدادشان زیاد بسازیم خب یک قسمت هم ما میتونیم که تغییرات های زیادی رو چیز بکنیم در اینجا رو نمو بسازیم خب پس همه از اینا کرده در این پایین این قسمت مهم است که سرش ما عملا اینجا کار میکنیم خب قسمت اولش انتخاب میکنیم میری لود میبینیم به این شکل قسمت هوت میگیری لود میگیری میبینیم به این شکل قسمت شوک ویو یا به شکل موجی میبینیم به این شکل و هر کدام از این را که شما انتخاب کنید چی میکنه شکل های مختلف و متفاوت برای شما ظاهر میسازه شکل های بسیار جالب میتونه که از این شما چیز بکنید بسازید خب میرید در این قسمت دوباره ای را ما چیز میکنیم پاک میکنیم یا دلیت میکنیم میریم در این قسمت میریم در قسمت پری پی ای رای هم چیز میکنه برای ما همطور یک شکل ایجاد میکنه خب در این از این قسمت ما شما میتونیم که چی را بسازیم مثلا نشان بدیم که چقدر آب جوش میشه میریم در قسمت استاندارد از این قسمت پنجره ها قسمت پنجره ها که در استاندارد رفته میریم یک تیپر ترسیم میکنیم تیپر که ترسیم کردیم به شکل میگذاره میشه بعد از بالای زیر راست کلک میکنیم سرپوش رو طرف کردیم میریم بالای خود همی چیز کلک میکنیم بالای از که کلک کردیم خب در قسمت اول چیز میگیریم پیک آبجکت میگیریم پیک آبجکت کردیم بالای از کلک میکنیم بالای از که کلک کردیم بعد از اون مومنت هم که در این قسمت هم تغییرات های زیادی را چیز بکنیم رو نما بسازیم ببینید با تغییر آوردن در این قسمت در قسمت هم تغییراتی به وجود بیاید خب به شکل هم مومنت هم که از این در اینا تغییرات بریم خب ببینید انال انیمیشن هم که مفعال بسازیم ببینید از اطراف از این جسمی را که از قسمت پارتیکولر سیستم ترسیم کردیم از اینو میشه اما از چایگر میشه چون در قسمت پیک آبجکت ما بالای چیز همو چاینک کلک کردیم خب این هم دارای بسیار چیزای دیگه هم است دیگه ها بومه بتنه یا دیگه قدنو هم داره فقط از همین گذاشته میریم در قسمت پایینیش در قسمت دو لود سیف پرست پرست بالای از کلک میکنیم و به این قسمت ما تغییراتی را رو نما میسیم ببینیم در قسمت اولش دیفالت ببینیم به بشه این هم به این شکل و در این قسمت هم به این شکل ببینیم توتا توتا گویا بود بالای از این مرد توتا توتا شد ببینیم در این قسمت ببینیم به این شکل و در قسمت بلوز به این شکل در قسمت هم بیشه در قسمت فر هم بیشه در قسمت کومت هم بیشه در قسمت هم بیشه که نیره مومی تنیم به شکل آب جوش یا هوا جوش چیز رو کنیم از این خب این بود درس امروزی ما تا درس بعدی خدا حافظ نگهدارتان اما یک چیز نگفته نباید گذاشت که گفته بودیم اگر وقت برای ما میسر شد چیزی به نام چیزی را انفجار هم میده
تقسمي تاني معك شكل عام تجيب الجمع وشمود ايه ترسي مكان خب إيرا كان هارم مكزارة بيرا دليت مكان هذي قسمة ريسنت مكان كنسل يس كنسل أول تبدأ كيف كان خب دبارة مين داري قسمة داري قسمة جيومتري هاس خب أول يك بلان ترسي مكان يك بلان ترسي مكان بيشي بعد زوبرين داري قسمة يك شپس ترسیم میکنه یا کمی بالا میبره و همچنان یک تیپار یا چاینک ترسیم میکنه خب اینا رو ترسیم کردیم اینا یک گپ جدا چه قسم اینا رو باید انفجار بدیم قسمت کرییت میایم در قسمت سپیس وارپ در قسمت سپیس وارپ کامل میایم در قسمت جیومتری دیفار میبام بالاش کلک میکنیم چیزی به نام بام جدا بوره میاریم در قسمت اینجا که گذاشته میشه در این قسمت میگه bend to space warp بالا از کلک میکنه بیاییم از یام یک خط میبریم در ای و همچنان یک خط میبریم در ای میشه یک شاد اینال زمانه که بریم در این قسمت ما امی که بالا از کلک میکنیم چی میشه اونا را پارچه پارچه کردن زیر میکنیم بالا ای را چیز میکنیم دلیت میکنیم خود پلانه ببینیم او را چیز میکنم پارچه پارچه خب نمیم خب اینال ببینیم که بالای از این کلک بکنیم بالای خود همو شکل هایی که گفته مینو را باید در شکل انفجار بسازه بالای از این کلک بکنیم در این قسمت چیزی به نام مش بامپ وجود داره در قسمت مش بامپ این بازی دارای ماده هایی هست که هر کنون را ببینیم در شمه خب ببینیم در قسمت اولش استریت استریت که ما چیز بتیم قیمت بتیم به این شکل و قیمت منفیک بتیم به این شکل چی میکنم به اون طرف حرکتش میده هر قسمی که خواسته باشیم ما ازش استفاده کرده میتونیم خب در قسمت اسپید ببینید به این شکل دیره بر ما حرکت یا تغییر میده خب در قسمت دیگهش ببینید که ما زمانی که تغییراتی را وارد میکنیم اما محیطش بر ما نشان میده که تا چقدر باید چیز بکنم حرکت بکنم فالو فالو یعنی تا چه اندازه میتونه که همه شکل انفجار بکنه میبینه اما اطراف از رو برای ما چیز میکنه نشان میده که میتونه میره ما کوچک بسازه ما بزرگ بسازه ببینه پایین رفت اما تکه تکه نشد اما زمانی که ما بزرگ بسازه ببینه برای ما او تکه تکه میکنه دمیت داخل خاطیانه زمانی که او پارچه میشه او رو برای ما اونمو چیزش نشان میده محیط شکل انده کنم قسمت یا تا چه اندازه ای میره پارچه شده میره خب در این قسمت ببینیم در قسمت ما اینه که یک دو سه چهار بسازیم ببینیم بر ما در این قسمت تغییرات آورده میتونه دیره یک بسازیم دوباره در این قسمت مکت هم ما میتونیم تغییرات رو دو پارت بکنیم دوباره بس هم یک خب در قسمت جنرال ما میتونیم که تغییرات رو وارد بکنیم ببینیم به این شکل خیلی دوباره ما یک بسازیم خب در این قسمت چوز هم میتونیم که ما یک تغییراتی رو وارد بکنیم ببینیم به شکل خب دوباره ایره ما یک میتونیم خب در قسمت دیمونیشن هم ما میتونیم که مثلا یک تر قیمت بدیم به شکل دوباره برش پنگ قیمت بدیم در قسمت ست هم ما میتونیم که یک قیمت بدیم و به شکل بر ما تغییرات بیاره دوباره ایره ما چیز میکنیم سفر قیمت بدیم خب نیم در پایین خب همه قدر ای دیگه هم چیز نمارم ماده یا قلوم خب این بود درس امروزی ما تا درس بعدی خداوند یارو نگهدار